آن نفسی که با خودی مولانا میگه یار چو خار آیدت، آن نفسی که بی خودی یار چیکار آید، آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه ای، آن نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت. دون کلونه بازی میکنی چون بی خودی، بعد میایی میخوای ریجکت کنی چیزو، آفر هروئین رو اینجوری پای رو تمیز میکنی میشه. اینو توی هیچ کتابی توی هیچ فیلمنامه ای ننوشتن، فقط چون براندو اونجا خود خودش بود، خود دون کلونه بود، نه براندو، نه خود دون کلونه با عنوان شخصیت نقش رو با خودش آمیخته بود و حافظه درونیش استفاده کرده بود و شخصی کرده بود عاطفه شخص رو. یعنی براندو رو میدیدی یا نمیدونم دون کلونه رو میدیدی، چیزا غریبیه. همین از آن دو حقیقت، حقیقت سومه، بازیه چیز غریبیه، سخت میشه توضیح داد. اون باعث میشه که این آدم به این خلاقیت برسه که اون لحظه هم کار کوچیک، اون یکی از مهمترین اتفاقات شاید اون فیلمه تو بازیگری که پای رو پاک میکنه میشه میگه که drug is a dirty business یا همچی چیز میگه. حالا اینا هم میگه چه چرا یه چرا بغل داری هم داره میتونیم. خب بهروز وثوقی و فرزین دو بازیگر متفاوت. بهروز وثوقی، خب با تمام احترامی که برای فرزین قائلی، اینجا میخوام تفاوت این دوتا رو بگم. فرزین به عنوان یه آدمی که اسیر اون چهره است، محدودیت براش ایجاد کرده اون چهره. شما اکثر فیلم ها رو که ببینید، از شوفر تاکسی که داره میخونه آه چه سواری سواری، تا نمیدونم دربون جهنم رو که بازی میکنه، از این زاویه لوک چش اینجوری خوشگه. بهروز وثوقی در اون موقعی که داره قیصر بازی میکنه سوپر استاره. سوپر استار یه تعریفی داره، تعریف سوپر استار نیست که بازیگر خوب. پرویز پرستویی با تمام بازیگری سوپر استار نیست، سوپر استار مثل شهاب حسینیه. خب یعنی چهره، چهره لیم داره، خوشتیپ به خوشنجن، بازیگر درجه یکه که همه چی رو با هم داره. زمان قدیم آرتیست بهش میگفتن، آرتیست یاد داشتن، پرفکتای مثل پل نیومن، مثل رابرت فورد، مثلا همه چیش درسته. بهروز وثوقی اینجوریه. پس براش باید خیلی مهم باشه که وای دخترا میان تو سینما میخوان قیافه منو ببینن. خیلی مهمه. این آدم انقدر لحظه به خواب داره فکر میکنه و چهره خودش رو میشناسه و میدونه که، و چهره خوابالوت رو میشه، میدونه که صبح خواب میشه آدم اینجوری بیدار نمیشه. فخاینسان اینجوری میکنه. و چون براش مهم نیست که اینجوری بکنه، میشه بهروز وثوقی. خب بنابراین این چهره رو شناختن و در بند اون چهره ذهنی که خودمون دوست داریم داشته باشیم یا فکر میکنیم داریم. مامانمون گفته قربون چشات برم، دائم داریم با چشامون حرف میزنیم. بابام گفته قربون مثلا لبت برم، دائم اینجوری میکنیم حرف میزنیم. این نباشه، اون وقت میتونی راحت‌تر با خودت برخورد کنی، راحت‌تر با نقش برخورد کنی و بتونی نقش رو صورت خودت جا بدی، پیدا کنی که چه تغییرات ایجاد میکنه. یا آدمی که اخمونتره، در اون شخصیت درونی کشف کردیم که آدم اخمونتریه تا یه آدمی که خندانتره. این ماچه های صورت رو باید تمرین داده باشی که ما گفتم سه سال این کارا رو کردیم، میتونیم با صورت اون هر کار دلیم خواب بکنیم. یکی هم مسائلی که پیش میاد وقتی که شما تجربه نمی کنید حالا چیزه، داشتن نرفتن باز به اون خوده و استفاده کردن از تصاویر کلیشه‌ایه. یعنی چی؟ گفتم نقش بد و یاری لبش اینجوری کار اینجوری حرف بزنه. وای میشه همین فیلمای در پیت و سریالای در پیت که خیلی بامزه است، یه طور خنده داری میفته. میگه نقش اول از اول که میاد اینجوریه، همه میفهمن این بده. بعد قهرمان فیلم ازش گول میخوره. و قهرمان فیلم تبدیل به شخصیت احمق میشه، برای اینکه توی تماشاگر میگه که این که چشش میبارید که آدم فلانی میشه، تو چرا رفتی با این قرارداد بستی مثلا؟ یا قهرمانه انقدر نمیرا و اینجوریه که بمب و تیر و ترکش که من این که نمیره ول کن، مثلا این هدیه تو بشکه در میاد دوباره. این همین، یعنی پیدا ساختن صورت‌های کلیشه‌ای، فرم‌های بدن کلیشه‌ای، احساسات کلیشه‌ای چیزی که ایجاد میکنه. و کلیشه‌ای نبودن راه اصلیش اینه که آدم به اون چرا که نه ها بتونه برسه و بگی که چرا که نه، کی گفته که آدم های بد
اولا بد چی نتو هیچ خوبی در وجودشون نرفته. بعضی از اینا اشکال، الان میخوام این مثالی بزنم، خب اون فیلمنامه رو بخره از این کتاب مهم میام، فیلمنامه مهمی به آقا بخره، اون آدم هم زندش کرده، نمیشه گفت چیزه. کی گفته دو تا تیله باید باشه اینجای یارو؟ یا اون بادی لنگویج رو داشته باشه، یا اون آدم دوست داشتنی باشه که آدم میکشه و یه دوستش داریم. در هیچ کدوم از به هر حالای ما این قضایه به هر حال آدم قاتل دو تا تیله اینجاش داره که نداریم. این از چرا که نه اومده، چرا که نه اینجا اونجوری باشه، وقتی تونسته بگه چرا که نه، دون کورلونه متولد میشه. حالا ما شخصیت رو پیدا کردیم، دنیای درونی، دنیای بیرونیش، به این نتیجه میرسیم که همه اینایی که اینجوری تفکیک کردیم کشکه. برای اینکه تفکیک دنیای درونی از دنیای بیرونی به این شکلی که من گفتم اصلا امکان نداره. من فقط گفتم که اینجوری راحت‌تر یاد بگیریم، چون تمام مسائل بیرونی در مسائل درونی خسته شدیم. نه نه یه غیر معقولانه بریم. تفکیک درون و بیرون اصلا معقولانه و غیر معقولانه. تفکیک این دوتا غیر ممکنه، برای اینکه اگر شما آدم خجالتی باشی، اگر شما این مشکلی در مثلا چهرت داشته باشی یا در بدن داشته باشی، این ممکن امکان داشته باشی، این امکان وجود داره که تو خجالتی بشی و حساس باشی. پس این اولی ها چی بود؟ شخصیت دنیای بیرونی بود، مشکلی در چهرت داری یا یه عیبی داری. این تبدیل میشه که در شخصیت درونی تو این وجود بره که تو گوشه‌گیر و غیر اجتماعی و خجالتی بشی و حساس بشی. این باعث میشه که تو خیابون غوز کنی به جای اینکه اینجوری راه بری. پس باز رفتیم تو شخصیت تو دنیای بیرونی. به وقتی غوز میکنی امکان داره به آدمای دیگه بخوری، چون جلو پاتو نگاه، این میشه شخصیت بیرونی. اینکه با آدمای دیگه میخوری حتی عصبی، آدم عصبی میشه، چون دوباره داری میخوری به دیگه، این میشه شخصیت درونی. یعنی اینا اینجوری عین تار و پود کشف دنیای درونی و بیرونی به هم وصله و اینجوری که من توضیح دادم که اینه نمیشه به طور واقعی باش برخورد کرد. به طور کلا میگن بهترین نظریه ادبی نظریه که موقع عمل بهش یادت بره. یعنی مثلا قرار نیست که تو شما اینا رو تو ذهنتون داشته باشین بعد خطکشو بگیرید دست نقشو که فلان کردی اینا توضیحشه، برای اینکه سه شاخه بگذره نشه، برای اینکه جدا جدا اینا رو بفهمیم و بدونیم. نقش رو حفظ کنیم گفته اینجا، نه متن رو. یعنی چی؟ یعنی همون شخصیت درونی بیرونی، هدف نقش که بعد نمایش صحبت می‌کنیم، فضا و اینها رو حفظ کنیم، متن رو حفظ نکنیم. نه به این معنی که متن رو حفظ نکنیم، حفظ کردن کلمه به کلمه متن آخرین مرحله قضیه است. شما اول باید راه رفتن شخصیت رو اگه پیدا کنیم، اگه احساسات درونیش رو پیدا کنیم، اگه موقعیتاش رو درک کنیم، اون وقت به راحتی میتونیم کلمات رو مثل آجر وسط این اسکلت ها قرار بدیم. ولی اگه از اول وقتی میخوای بازی کنی، همه که هر وقت میگفت حسن من میگم علی، یعنی کیو بذاری تو جمله طرف، بگه هر وقت اون گفت که من دارم میرم بیرون، تا من بیرون رو شنیدم پا میشم میگم پس منم میرم لب پنجره، این به همین عمقانگی که الان من گفتم اجرا میشه. اون میگه من میرم بیرون، میگه بیرون منم پنجره. ما در زندگی عادی وقت کیو برای خودمون نمیذاریم که اون اینو گفت من اینو بگم، مگه نمیدونیم داره چی میگه. هر چه بیشتر بتونیم در حال زندگی کنیم، چه روی صحنه تئاتر و چه جلوی دوربین، ما بازیگران بهتری هستیم. باز برای اینکه در حال زندگی کنیم چیکار باید بکنیم؟ باید این چند ثانیه تأخیرمون رو تا میتونیم بیاریم پایین تو زندگی روزمره. که یارو گفت خیلی هم مشخ خوشمون نیاد از حامد بیدادا، عبازیش خوشمون نیاد، خب خیلی هم، ولی یه چیزی رو نمیشه در موش کتفان کرد، من دیدم جنونش در لحظه است. یعنی یک ثانیه خوش سانسور نمیکن برای گفتن هیچ حرف، هیچ کلمه، هیچ حرکت احمقانه، اصلا خوش سانسور نمیکن. حالا اکستریمش هم شاید یه اتفاق دیگه بیفته، اون با یه سری چیزایی که قاطی میشه یه چیزای دیگه درست میشه، اونش من کاری ندارم، ولی من مطمئنم براندو رو میدیده همه بود کما که شنیدم. آل پاچینو رو که دیدم هم میگه نه ببخش شنیدم. ولی خیلی مهمه این در لحظه در لحظه در لحظه بودن. برای در لحظه بودن این وقت کیو رو حفظ نمی کن.
ما نقش رو حفظ میکنیم، ما میفهمیم که چه اتفاقی داره میفته، ولی این به این معنی نیست که هممون نویسنده میشیم. یعنی چی هممون نویسنده میشیم؟ یارو میگیم بداهه برو نقش رو حفظ کن، یه رفعه جمعاتی میگه اون تو که اصلا مسیر کارکتر رو عوض میکنه. بالاخره یه چیزای اونجا وجود داره در اون شخصیت درونی و بیرونی. مثال میخوام براتون بزنم، یه زن شوهریه که به زنش خیانت کرده، زنش میفهمه موقعیت اینه، زنه میخواد ازش جدا شه، این تو خونه داره اصرار میکنه که جون مادرت نرو، مثلا من غلط کردم، مثلا گول خوردم فلان بود اینا، هرچی هدفش اینه که زنه نره. رفیق نامه نوشته شده که این زن از این در نره بیرون، تو نباید بذاریم بره بیرون، زنه هم میخواد بره، این داره به آب آتیش بره، و یه جا دیگه عصبانی میشه بازیگرم دیگه، میرزه بیرون زنه میگه فلان اصلا من میرم، میگه به درک. کارگران ما نگه داره، این شخصیت نمیگه به درک، چون تو که اینجا میگی به درک، اونا میگه به درک و تو خودت هم برو به درک و چمیده رو میگه میره. این به این معنی نیست که ما نویسنده میشیم، من تو نویسنده که یعنی واسه خودم یه سری هر چیزی مخواد میگیم، نه، مثل اینکه منتظر کیو نباید بود، نقش رو حفظ میکنیم به جای شخصیت. همه یک تمرین دیگه میخوایم انجام بدیم، بهش میگن تمرین قطار. دیگه از این به بعدش یه ذره دیگه میریم روی پا عملیه، چون شما دیگه اون سه سالو که گذرون میگن اون شخصیت هم کاملا جذب کردید و آماده برای تکرار. اولین کاری که میکنیم وقتی که قراره با یک فیلم مواجه بشیم، اگر من همه اینا رو گفته بودم، اینه که تمرکز مهمترین، یکی از مهمترین ابزارهای بازیگر. حالا این تمرکز در تئاتر و سینما کاملا متفاوته، به خاطر اینکه نوع برخوردش متفاوته. شما یه تمرکزی رو از اول نمایش تا آخر نمایش به طور ممتد حفظ می‌کنی در تئاتر و هر جا بیفته سعی می‌کنی جمعش کنی دوباره برگردی، نباید بیفته. در سینما این در لحظه تمرکزت هست، دو ثانیه بعد تموم میشه، میری اونور میگی میخندی، باز بعد بیای در اینجوری بری تو تمرکز، اینجوری بیای بیرون. و یه فرق دیگه ای هم داره، نمیشه گفت کدوم سخت‌تر کدوم آسان‌تر، فرق دارن با هم. فرقی که در تئاتر شما معمولا نور میتونه و عین این قضیه فیلم اجانشینا بود، میگفت شما تو نوری ما تاریکی شما رو نمیبینیم، چون شماها تو نورین معمولا تماشاگران نمیبینیم اونقدر، و چون یک فضایی وجود داره. و از اون بر سختیش چیه؟ سختیش اینه که در تئاتر بسیاری از مسائلی که وجود داره تخیله. یعنی ما اصلا یه نمایش اجرا کرده بودیم آخره آگست، ببخشید آخره مارچ در تورنتو، که دو تا بازیگر بودیم، من و یکی بازیگر روبروی، یه اتاق یه مستطیل بود، دور تا دورمون چهار طرف هم تماشاچی بود، یعنی من اینجا می‌رفتم این تماشاچی رو می‌دیدم، مستطیلش هم انقدر بود، و ما باید تو این یه خونه رو تصور می‌کردیم. این سختی خودشه داره، کاری نداره. ولی بازیگر دوربین چه سختی داره؟ اولا یه لنز انقدری اینجاته، اصلا نمیدونی چه دیوونه بازاری اون باشه، سیم کشیده از زیر پات، یارو اونور داره اینجا زیرت داره گوش میده که صدا میاد یا نمیاد، اون بالاست کارگردان راه میره، دوست دختر بازیگر اون یکی که نقش نداره امروز اومده سر صحنه ببینه این چه خوب بازی میکنه، بعد اینا همه مثلا 20 نفر 30 نفر اون دورم، بعد تو باید فکر کنی که مثلا تو اتاق خوابت نشستی با خانم دایی دعوا میکنه، چطور میتونی این کار بکنی که هیچ کدوم از اینا رو نبینی، هیچ کدوم از اینا رو نشنوی؟ و باور کن کار آسونه نیست. یعنی من الان میتونم به شما گوش بدم، نگاه کنم و باهاتون حرف بزنم، اگه خیلی دوربین کلوزآپ رو من باشه خب میتونم باهاتون حرف بزنم، ولی همه بفهمن که من حواسم اینجا به این آواست، و میتونم همین به شما نگاه کنم و تمرکزم دقیق روی شما باشه و حواسم به این آوا نباشه. خیلی کار سختیه خب، ولی یه سری تمرین داره. ما امروز می‌خوام یه کمی تمرین تمرکز بگیم، تمرین این کاپتانده که اینا که اینجا نمی‌دونن، بچه‌ها رو اونجا می‌خوام اون زنگ برام بگم می‌دونن اینا، یه کار دیگه می‌خوام بکنیم. می‌خوام دوباره 5 6 تا داوطلب بیاریم این وسط راه برام. اونجا من خودش تو می‌دونی. باشه چند نفر داریم؟ یه عمه و عمه.
آدی رفتیم با شما هایی دفعه قبلی تو هم هر دون داریم این وسط را بریم اگه میشه را بشت کافیه یا بیم و خواهش من نگاش کنیم کافیه من این کار با شماست دا این کار با اینا نیست اینا وسیله شما شما برای یه چیزی یاد بگیم اینا باید تمرکز کنن گفتم تمرین تمرکز فرقشو دیدی؟ آره فرق میکرد یا نمیکرد؟ آره من در گوشم همون رو گفتن را بریم این چون داره فکر میکنه به فیلم های خوبی که دفعه پیش دیده تمرکز هفته یه سال اخیر دیده با تمرکز داره را میده اینا همینجوری پخش میکنن انرژیشون رو نمیدونن دارن چیکار میکنن تمرکز ندارن ولی اون فقط داره چار میشه ولی اون تنها کسی که داره با تمرکز کامل به یک موضوع فکر میکنه و راه میره این تمرکز انرژی که درش به وجود میاره دیدنیش میکنه واسه مردمی که دارن همینجوری راه میرن خب پس بنابراین خیلی ممنون از شما استفاده کردم من به عنوان واریش چراغ روشن میشه چراغ خب بنابراین تمرکز خیلی موضوع مهم من فکر میکنم که ما از این به بعد از این لحظه به بعد واقعا فرق هومن رو دیدین با بقیه یا علکی دارین میگین هومن من هومن رو اینجوری ندیدم چیزی که من از هومن دیدم این که برعکس بقیه فقط چارگوش رو میرفت یعنی که میتونستی حد بزنی که این آدم داره به یه کاری میکنه که راه رفتن واسش مهم بود اون فکره بود آره. من چون فکر نمیکرد که مسیرش رو بشکونه دقیقا اون مسیر راحتش رو میرفت و فکر میکرد تمرکزش بود که باعث میشد اگر شما یک کمی خودتون هم تمرکز داشتین این انتظار ازتون نمیره و اینکه من دارم این وسط حرف میزنم فلان فلان وقتی شما هم که با من آدینس میرین تو تئاتر میشینین خودتون رو آماده میکنین میرین یه فیلم ببینین سکوت میکنین آماده میکنین برای تمرکز اگر با تمرکز بیشتر اینها رو نگاه میکردین و با نگاه نقادان یعنی اگر 5 کارگردان تئاتر یا سینمای دقیق اینجا بود رو هوا این تفاوت رو احساس میکرد ظریف یک جمع ولی وجود داره راستای من بهتون گفتم که بهش نگاه کنی قاعدتا اون من باید توجه رو میگرفت برای اینکه مثلا من حواسم به فرض تو وسط بودی دیگه درسته
تو بود که دستشو بالا رو نگاه میکردیم و اول نگاه میکرد سروش هم همینجور داشت واسه خودش میگرد شیش کنمتون فکر نمیکنم یک کار خاص انجام میدادیم. خب برای همین انرژیشون همینجور همه حواسشون همه جا بود، فکرشون همه جا بود، ولی فکر اومن متمرکز روی یه موضوع بود. چهرهش عوض شد، چون داشت فکر میکرد. بیشتر شبیه کسی بود که میخواست چیز بکنه، بیسعد بکنه که چیکار بکنه، فکر میکرد که چیکار بکنه. خیلی عالی این حرفی که زدیم، ما میخواییم جلوتر این تمرین رو بکنیم، اینکه بعضی از اعمال رو انجام دادن میتونه هزار یه تغییر داشته باشه. خب اگر قبل از مثل فکر کردن اومن داشت فکر میکرد، این همون تجربه استفاده از حسای تجربیات شخصیه، اومن داشت به فیلمایی که دیده فکر میکرد، درسته؟ خودش داشت این کارو میکرد. اگر در صحنه قبل تو بهش گفتی یا خودش من بهش گفتم، یکی در گوشش، یکی بهش میگفت که برو امشب زنتو بکش و میرفت و بعد این اینجوری راه میرفت، شما میگفتی داره فکر میکنه به اینکه زنشو بکشه یا نکشه، در از اون به کشتن زنش فکر نمیگه، این داشت به فیلمایی که هفته پیش دید فکر میکرد. ولی اگه فیلمو کات بزنیم به این، چون داشت فکر میکرد، اکتیو ورب عمل فکر کردنه، فکر این چیز میگن توی فیلم نامه نوشته بود که توی فیلم نامه بود دیگاره، میگفتش که آره این فیلم نامه میخندیدیم باید که نمیشه بود و محسن در حالی که به رضا نگاه میکنه و در پس چشمانش غمی جانکاه از در گذشت مادرش وجود دارد به اون میگوید که بیا برویم، غم جانکاه از در گذشت مادر در پس چشم رو قد چیجوری امکان ندارد. بنابراین ما الان وارد قضیه تمرکز شدیم، تمرکز بسیار مهمه در بازیگری، در بازیگری تئاتر و سینما خیلی مهمه، باعث میشه که آدم دیدنی بشه و روش پیدا کردن تمرکز که خیلی مهمه، تمرکز تنها چیزی که میتونه یک مقدار از نابازیگر بازیگر بسازه، هیچ چیز دیگه ای نمیتونه. یعنی شما اگر تمرکز رو یاد بگیرید که بکنید، میبینید که بسیار از صحنه ها رو میتونید بازی کنید با تمرکز. بعد دیگه وارد قضیه میشه که خب آره مثلا نقش مثلا چه میدونم یه معتاد رو نمیتونیم بازی کنیم با تمرکز، اون مثلا احتیاج به این داره که مانچستر چشم بنداز، مانچستر صورت انقدر بهش چیز داشته باشه که بتونه اون کاری که وسودی با صورتش میکنه تو گوزنا رو انجام بده. ولی با تمرکز نقش خودت، اگه بهت گفتن نقش خودت رو قرار تو سینما بازی کنی، تنها کاری که بهت کمک میکنه و تنها چیزی که میاد به سراغت میگه آقا اصلا نمیشه بازیگری خیلی سخته، تو میگن اکشن من حواسم میره ازا تمرکز، یعنی فقط اگه تمرکز داشته باشی نقش خودت رو، نقش نزدیک به خودت رو میتونی در حد معقول بازی کنی. ببخشید من میخوام منظورتون از تمرکز درست بفهمم. یه معنی که ما از تمرکز میفهمیم مثلا میگیم یه کاری رو با تمرکز انجام بده اینه که اون کار رو با حواس جمع انجام بده، ولی این مثالی که الان ما اجرا کردیم این کاری که من کردم به یه چیز دیگه به غیر از راه رفتنش داشت فکر میکرد، این در واقع یه جور حواس پرتی بود. یعنی منظورتون از تمرکز تو نقشه که ما بفهمید یه چیزی تمرکز بهش گیر بدیم، یا اینکه نه واقعا با دلشون کاری که دارید میکنیم رو بکنیم. خب کاری که داشت میکرد، من بهش نگفتم راه و راه، من تو گوشش گفتم به این مسئله فکر کن، کاری که داشت میکرد فکر کردم میتوست بایسته، عملش فکر کردم و واقعا داشت با تمام زور میزد اون کار انجام بده. تمرکز یک معنی دیگه که در تئاتر داره خیلی هم استفاده میشه، تمرکز انرژیه. این حتی ما توی چیز هم میدیم یعنی چی؟ یعنی من تو تئاتر خیلی این قضیه وجود داره، تئاتر اکستریم، این دفعه پوریا این مثال واسه بچه ها داره، من قراره بیام اینجا و بعد بچرخم برم اونجا. تمرکز فقط چیز ذهنی نیست، خب تو فیزیک من هست، من اگه اینجوری حرکت کنم اینجا بعد اینجا یه اینجوری بکنم بعد برگردم اینجا، اون انرژی من تو این حرکت پخش شد رفت تو هوا. تو تئاتر فیزیکال چیز میگم، تئاتری که با بدنه، رئال رو فکر نکن که آدم عادی که این شکلی راه نمیره، حتی تو اون تئاتر تمرکز اینجوری معنی میده که من حرکت میکنم به سمت نسیم، برمیگردم حرکت میکنم به سمت تو، تمام بدن من متمرکز داره انرژی میفرسته و انرژی میفرسته. تمرکز یک معنی من این نیست که مثلا تو
پشت رو هوا چیز کنی اینا، عدد پاشو بتونی بشموری یا اینا، نه اینکه تو تمام وجودت توی اون کاریه که داری میکنی، یا اون دو کاریه که داری میکنی، یا اون سه تا کاریه که داری میکنی. یعنی داری رانندگی میکنی، داری با بغلیت هم هر گوش تو ماشین یارو داره رانندگی میکنه، امروز بهش میگی گوش نمیدی به من، فردا میگی چقدر خوب داری گوش میدی. هیچ بار از این بار فهمونو بل نکرده اینجوری به تو نگاه کنی یا نکرده، تو میفهمی که این انرژیش ذهنش داره همجا در پنجره میره بیرون، یا در اینی که رانندگی میکنه اینجوری اینجاست، یا در اینکه داره راه میره اینجوری اینجاست داره فکر میکنه، یا از اینجوری که داره راه میره داره سنگ پرت میکنه توی یه تظاهرات خیابونی و تمام که راه میره همش اونجاست، اون نقطه‌ای که میخواد بهش حمله کنه. من فکر میکنم یه بریک به بچه‌ها بدیم، چون مرحله بعد که وارد میشیم یه ذره دیگه رو پای ما اینا کمتر صحبت میکنیم، بیشتر تقریبا وام، آره، 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 آ